مقام های اسرائیل اخیراً دوربین‌ها و تجهیزات خبرنگاران آسوشیتد پرس را به خاطر تصاویر زنده‌ای از جنگ غزه که ادعا می‌کنند در اختیار شبکه الجزیره قرار گرفته توقیف کردند. شبکه الجزیره اجازه فعالیت در اسرائیل ندارد. اسرائیل ادعا می‌کند این اقدام آسوشیتد پرس نقض قوانین جدید خبرگزاری‌های خارجی در اسرائیل بوده. آسوشیتد پرس اما این ادعا را رد می‌کند. این توقیف رفتی به تصاویر زنده نداشت و مصداق سوء تعبیر دولت اسرائیل از قوانین جدید خبرگزاری‌های خارجی است. تصاویر زنده تنها برخاستن دود بر فراز غزه را نشان می‌داد. گرچه اسرائیل از این تصمیم عقب نشینی کرده و تجهیزات آسوشیتد پرس را بازگردانده، با این حال سازمان ملل، کاخ سفید و مدافعان رسانه این اقدام اسرائیل را محکوم کردند. حیرت آوره. خبرنگاران باید قادر باشن به طور آزادانه فعالیت کنن. آسوشیتد پرس هم مثل بقیه سازمان ها باید اجازه داشته باشه آزادانه و بدون هیچ اذیت و هراسی کار کنه. وزیر ارتباطات اسرائیل پیشتر هشدار داد فعالیت رسانه‌هایی را که امنیت آن کشور را به خطر می‌اندازند محدود خواهد کرد. مدافعان آزادی بیان اما می‌گویند قوانین جدید و محدودیت فعالیت رسانه‌ها در منطقه سبب افزایش انتشار پوشش و اخبار نادرست از جنگ در غزه خواهد شد. سازمان گزارشگران بدون مرز پیشتر کارنامه اسرائیل برای تضمین ایمنی خبرنگاران را به زیر سوال بردند و بیش از 100 ژورنالیست عمدتاً فلسطینی در جنگ غزه جان خود را از دست دادند. اسرائیل با رد این آمار ادعا می‌کند بعضی از آنها تروریست بودند. گزارشگران بدون مرز اما این ادعا را رد می‌کنند. We take great care investigating each and every case. ما با دقت زیاد درباره هر یک از موارد تحقیق می‌کنیم و افراد مظنون به عضویت در حماس در فهرست خبرنگارانی که در این جنگ کشته شده‌اند وجود ندارد. آسوشیتد پرس از روز چهارشنبه پخش تصاویر زنده‌اش را از سر گرفت و مدافعان رسانه می‌گویند در حالی که شماری از گروگان‌های اسرائیلی همچنان در اسارت حماسند و دو سوم جمعیت 2,300,000 نفری غزه در آوارگی به سر می‌برند، خبرنگاران و گزارشگران باید اجازه داشته باشند به طور مستقل اخبار و اطلاعات درست از جنگ مخابره کنند.